ولی ما بسیار گفتن یا دارم، ما بسیار گپای دارم که از زبانی خودش دردی سری خودش بشه. فردا هم امروز هم در این دنیا در نزد خدا ما کشتال گیرده. خوب گوش کن، من انشالله در نزد پروردگار دلیل دارم که کشتال گیرده میشم تا سر نمیتم. فراموش نکن که یکی از بهترین شاگردان ایتو که دائم پنج وقت در مسجد ایتو ما از تو تربیه یافتم. ما از تو این سخنان را یافتم. خدا را شکر که پیش از آنی که تو ترسو شیدگی با چاپلوسی مبدل گشتگی ما برامدگیم از وطن، خدا را شکر که مثل تو پیروی ظالم نشدم. اما افسوس، صد افسوس برای تو، حیفی که 10 سال 12 سال مینک کردی، مردم دعوت کردی، مردم به هدایت بر یک کلمه یا بر یک کلمه نه، بر یک لغمه حرام شاید یک خانت داده باشن، شاید یک چی داده باشن، وای بر حال تو که همه را دادی برباد دادی. باور که 10 ساله مینتاتا 12 ساله مینتایی که زحمت کشیدی برای مردم، نام به نام تو حاجی میرزا بود، تمام مردم جمهوری تاجیکستان تا احترام میکرد. یقین دان که این شرمندگی از جانب پروردگار برای تو آمد که نسبت تو امروز صدا بر میسای. اگر این سخن خودت است حاجی میرزا، این سخن خودت است، اگر خداوند کسی را شوم دید مردم شومش میبینند، خداوند کسی را بد دید مردم بدش میبینند. یقین دان که در نسبت مردم، در دل مردم، در حسیات مردم نسبت تو بدی جا شیدگی. تو خود سخن خودت است، خودت خلاصه برو. شاید الله ترا بد دیده باشه که مردم ترا بد دیده سای. ولی ما بسیار گفتنی دارم، ما بسیار گپای دارم که از زبانی خودش دردی سری خودش میشود. نسبت به مخالفان دست زده سای، او حق نداره، او زمانی حق داره که سلیمان هم میگه کیم کجا رفته ای گپاتون در خیال بگن. مگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حتی قصه کردی که ای مکه هجرت کرد به مدینه با چی خاطر هجرت کرد؟ مگر سخنای از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ای مدینه در خیال بود برای مکه بدگ یا گفت؟ یا که حضرت عمر را قصه میکنی که میگه تا زمانی که در مردم عرب اگر از قحطی و از گشنگی نبرای، گفت حسن روغن گفت که برای همی روداش گفت که برای تو حرام ای روغن. یورا قیسه کرد همه یورا میکنه، خودش ما حیرانم چی با نمیگه. سینی 16 سالگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قیسه کرده که حبیب خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سینی 16 سالگی مبارزه را دست گرفت، گروه جمع شدن گفتن ما میریم در هر یک ظالم میزنیم میکوبیم تا حق مظلوم برگردونه. یورا چی به نمیگه در مقابل ظالم؟ ای حق مردم، ای حق مظلومین را گرفته سن، یورا چی به نمیگه؟ یک سلیمان فارس، یک گودکه ایراد، یک عالم، این مگر برای او عیب نیست؟ یک عالمی که تمام جمهوری تاجیکستان میشناسد، تو در مقابل یک گولک برآمده اینترویو کسه، این برای تو عیب. خداوند شاید خداوند به همین درجه رسونده باشش، به همین پستی آورده باشش. ما یک سخن همه رسانمش، یک سخن همه رسانمش، بعدن اگر دافی دیگه برامد کو، اون خانه که رو پروی کاخی باربد گرفته، اون فراوانی که تو در تجارت سر کار گرفته، خوب گوش کن. ما یک چیز همه رسانمش، سخنی از قربانی چال، سرگذشتی از قربانی چال، در وقتش گفت که شما را بندر ایشاتونه بطور زدن در کار، شما حضرت شکم بین. خوب گوش که گپی مرا میفهمی حاجی که من چی گفتم. فرد و دیم برامد کو، بعدا من میدانم چی را بگو. الان گمون سغرای کوهستانی باور که مرا وجود ما درد گرفته یا ایستای گپویی، من نمیدونم با کجا رفت سایی قدر ملت با پستی. همو تو نبودی حاجی که گفتی که با ما مردمی غرم در مسجد در منبر شدگی، مردمی غرم گفت که حاجی دوخی مردمی کلابا شکستی، گفت در منبر همی گپا گفتی، گشتی گفتی که ما دوخشانه هم مردم با ایمان کردم. همی بود با ایمان کردن ایت بسوی ترس بردن، در مقابل ظالم سکوت کردن، همی بود دین دادن، دین آموختن ایت برای مردم کلوب، همی بود. یکی از سخنانی خدچانی گپا میگن، هر یک سخنی خدچان ما در خدش میگون.
Bovar kı aybas doji. Koji bovar kı haybay. Kı daryak khona şiştagi ki agar daramu khona ru paru ko khibarba dodagit boşan. Bamu yak de khonagay se khonagay bamu dodagit boşan. Bahamu boşa bamu griftagit. کورسی تا نگاه کن والله قسم سنیان کامه کنه مردم در چی عذاب های نیمی تنش اینوالی دای اینوالی دای قدیم کار میکنه والله قسم قوتی کار نداره تو چیگونه در نزد خدا جواب میکی تی قپشتی بانی کسای تولون که تو باید ببروی از دین از شریعت از قانونای دین تو دفاع کنی که توسینی 18 ساله سطر حجاب تمام مشکلات ما را اذان ما را تمام چیزهای ما را محکم کرد حتی قرآن خواندن تعلیم دادن فرزندای ما را من کرد چرا تو سکوتی من حیرانم تو چیگونه حاجی تو چیگونه با کدام علم با کدام نمیدونم با کدام رود با کدام شرم حیات برامت این گپا میزنی یک بار خودت به سخنهای خودت نگاه کن بعد از برنامه تا تماشا که یک بار دیگه پفتو با خدا قسم اگر ما دامی حالت جای تو در باشیم همه قدر 10 سالی که برای مردم خدمت کردم بهتر از این سخنی که میگفتم در این راه گشتم که خدمت دار دامه کشتم برای ما خوبتر بود ما حیرانم یک چیشنه تا مردم فرزندای ما را ملت ما را از تعلیم قرآنی که خدا برای ما فرستاده فرض است من کدای تعلیم دادن چرا در این بارات خاموشی ای برای تا این مینه شخصا برای تا یاجی میرزا چرا در این بارات خاموشی مست گپ میزنی برای یا برای یک بسن یک کودک گپ میزنی و یا فهمیشی تو دینی تو ایمانی تو همه قدر فهمیش داشتی همه قدر مردم دعوت کردی همین 10 ساله 12 ساله تا برباد برامی یک لقمه نانی حرام دادی تا از خدا نمی ترسی نمی دونم دیگه ترا چی بگیم این همی فرد هایی نمی تر نزدی خدا سوی خدا رفتن باوری داری که فرد خدا من ترا در پیش خیش در محکمه سودیش می خیزانم می پرسد 10 سال تو نمی خیزمت تکدی برای مردم را سندی چرا قرآنی مرا دینی مرا سخنی مرا من کدن یک کلمه نگفتی مگر برای یک دخانگه دادن مگر برای یک جایی که همو جا دادن یا برای یک لقمه نان چی جواب میتی در نزد خدا من نمیدونم یک بار کرسی های خانه تبی پشت خانه تبی شیشتگی تو در کدام خانه ای در کجا شیشتگی برامد کسی مردم در چی حضابن 3 میلیون مهاجر داریم بگذار 1 میلیونش در راحت باشه 2 میلیون مردمی ما 2 میلیون مردم ملتی ما در رنج عذاب در مشقت در گشنگی در خنکی در بخانگی به سرپناگی در عذاب هم. تو چی جواب میتی؟ واقعا با او کت کوته که امروز حاج مرزا را دادگی هم بخاطر چاپلوسیش یک جای ننگ است وقتی که یک ملا در یک از پولی از همون احساسات مردم استفاده برده میگه که بدترین انسان همون انسانی است که از نام دین استفاده میبره که بایگری خودش زیاد کنه بدبخترین انسان همون انسانی است که از نام دین استفاده میبره و خودش بای به دولت میکنه یک چیز دیگر هم میرسونمش چرا فرزند داملا خالمرا در بردن محکم کن صدای نبراوردی بگنا چرا صدا نبراوردی مقسمی عبدالستاره یکی از برادرانی رفیقی دوستی نزدیکی تو برادری حاجی قاسم چرا بگنا بردن زندان کردن تو سکوت کردی مقسمی عبدالستار مقسمی ستار برادری حاجی قاسم خوب گوش کن حاجی میرزا چرا سکوت کردی در این مورد برادرانی برادری بهترینی تو که در یک مکتب از سینی خورچالی یک جا بده در یک دانشگاه پلی تکنیکی والله الان خطا نکنم در باره سلخوز سیخ یک جا خوندگی با حاجی قاسم برادرش مقسم ستار را بگنا زندانی کردن چرا تو سکوت کردی گپ نزدی بسر یک کس نگفتی که همی بگنای ما
چندین چیزو را از سخنان خودت که ما زیاده از 5 سال در مسجدی ته در صف پیش 5 وقت هم در نمازای جمعه هم در مسجدی نمازای 5 وقته در صف پیش بودم. ما بسیار چیزو را از تو میدونم. باز میگم از برادران مخالف یا بخشش میپرسی یا از رای چاپلوسی میگردی سخن حق دوام میدی یا ویلا شرمنده میرای فردا هم امروز هم در این دنیا هم در نزد خدا ما کشتال گیرته. خوب گوش کن، من انشالله در نزد پروردگار دلیل دارم که کشتال گیریتون میشم ترا سر نمیتم. فراموش نکن که یکی از بهترین شاگردان ایتو که دائم 5 وقت در مسجد ایتو ما از تو تربیه یافتم. ما از تو این سخنان را یافتم، خدا را شکر که پیش از آنی که تو ترسو شیدگی با چاپلوسی مبدل گشتگی ما برآمدگیم از وطن، خدا را شکر که مثل تو پیروی ظالم نشدم. اما افسوس، صد افسوس برای تو، حیفی که 10 سال 12 سال محنت کردی، مردم دعوت کردی، مردم به هدایت بر یک کلمه یا بر یک کلمه نه، بر یک لقمه حرام شاید یک خانه داده باشن، شاید یک چی داده باشن، وای بر حال تو که همه را دادی برباد دادی. باور که 10 ساله مهنتات، 12 ساله مهنتایی که زحمت کشیدی برای مردم، نام به نام تو حاجی میرزا بود، تمام مردم جمهوری تاجیکستان تا احترام میکرد. یقین دان که این شرمندگی از جانب پروردگار برای تو آمد که نسبت تو امروز صدا بر میسای. اگر این سخن خودت است حاجی میرزا، این سخن خودت است، اگر خداوند کسی را شوم دید مردم شومش میبینند، خداوند کسی را بد دید مردم بدش میبینند. یقین دان که در نسبت مردم، در دل مردم، در حسیات مردم نسبت تو بدی جا شیدگی تو خود سخن خودت است. خودت خلاصه برو، شاید الله ترا بد دیده باشه که مردم ترا بد دیده سای.